نزدیک به 10 ماه است که دولت عراق با بحران سیاسی انتخاب نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه مواجه است. حالا و بعد از گذشت این مدت، تغییر و تحولات جدیدی در فضا و فرایند سیاسی عراق در حال رخ دادن است و معلوم نیست قائله چه زمانی پایان می‌یابد. حامیان مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه عراق روز چهارشنبه 27 ژوئیه 5 مرداد وارد پارلمان عراق در منطقه سبز که مقر ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها در بغداد است شدند. آنها نسبت به معرفی محمد شیاع سودانی به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور معترض بودند. بسیاری از معترضان در پارلمان عراق روی میزها راه می رفتند و پرچم عراق را تکان می دادند. در زمان حضور معترضان هیچ نماینده‌ای در پارلمان عراق نبود. طبق گزارش آسوشیتد پرس، تنها نیروهای امنیتی داخل ساختمان بودند که به نظر می رسید بدون سختگیری اجازه ورود معترضان به ساختمان را دادند. در همین حال سید مقتدی صدر در صفحه توییتر خود دستور عقب نشینی معترضان را از پارلمان عراق و بازگشت به خانه هایشان را داد و نوشت: فاسدان را به وحشت انداختید، دو رکعت نماز بخوانید و سالم به خانه هایتان بازگردید. رهبر جریان صدر عراق افزود قیام محرم الحرام قیام اصلاح و مخالفت با ستم و فساد است. سازمان ملل متحد در واکنش به اعتراضهای بغداد اعلام کرد حق اعتراض مسالمت‌آمیز برای دموکراسی ضروری است. این اعتراض باید همگام با احترام به نهادهای دولتی و محافظت از اموال عمومی و خصوصی باشد. حالا باید منتظر ماند و واکنش دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی عراقی در برابر اقدام هواداران جریان صدر را دید. متأسفانه آینده ای مبهم در انتظار فرایند سیاسی عراق است که تنها قربانی آن مردم این کشور هستند. سعید بهاری، اخبار شیعه.